درباره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟ من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براءت می‌جویم. مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟ چرا؟ پس به عنوان گواه دو شاهد عادل از غیر از همکیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید. بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟ این شخص عادل کیست؟ فرض کن از یوحنا اسم ببرم. یوحنا دیدمی؟ محبوب ترین شخص نزد مسیح را نام میبرید. آیا این سخن از یوحنا نیست که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند؟ بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داد. خب، پس دیگر منتظر چه هستی؟ اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود، انکار نمی کنم. مگر آنچه از قول یوحنا گفتم به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان میکنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سؤالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا میدانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟ چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش. یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد. ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می دانید، باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید.